امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن در اینجای برنامه همراه ما هستند. آقای شمس، باید میبینیم که در رسانه های بین المللی از طرف تمام مقام های اکثر مقام های سیاسی در واقع یه حمایت هایی رو داشتیم. این بار اتفاق جدیدی که افتاده، حتی اینفلوئنسرها، چهره های فرهنگی و هنری هم پیوستن و در حال حمایت از مبارزات زنان در ایرانن. شما این موج همبستگی جهانی رو که از سوی افکار عمومی داره ناشی میشه چطور ارزیابی میکنید؟ درود بر شما و درود بر مردم شجاع ایران. آنچه که امروز در حال رخ دادن هست تنها و تنها نتیجه مبارزات قهرمانانه و شجاعانه مردم ایران در چند روز اخیر و در واقع به خاطر تأثیر فراگیر این جنایت هولناکی است که رخ داده. و من فکر میکنم اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم این هستش که پیوند مردم ایران با مردم جهان بیشتر شده و تمام تلاش‌های لابی جمهوری اسلامی و نیروهایی که برای پروپاگاندا در سرتاسر دنیا داره در واقع بی اثر شده و امروز مردم دنیا چهره واقعی جمهوری اسلامی رو، این چهره صفاک و خونریز رو به خوبی دیدن و این هست که در واقع مجبور کرده بسیاری از مقامات سیاسی کشورها و رهبران کشورهای غربی رو که واکنش نشون بدن، در واقع اونها رو به شکلی مجبور کرده که واکنش نشون بدن برای اینکه پاسخی برای افکار عمومی داخل خودشون داشته باشن که چرا با چنین حکومت مرتجع و جنایتکاری همکاری میکنن. واکنش هایی که اتفاق افتاده به ویژه از سوی هنرمندان، چهرهای فرهنگی، هنرپیشه ها نقش بسزایی داره برای اینکه اونها هستن که در واقع افکار عمومی رو به سمت حمایت از مردم ایران میارن. اما وظیفه سیاستمداران و رهبران جهان اعلام سوگواری و همدردی نیست. وظیفه اونها سیاستگذاری و انجام اقدامات عملی برای جلوگیری از جنایت خونریزی است. جناب شمس، همین نکته اینجاست. همین الان شاهد هستیم چند مقام سیاسی در اروپا از جمله در آلمان خواستن که یک سیاست عملی در قبال این رفتار و رویه جمهوری اسلامی در پیش گرفته باشه. این سیاست‌های عملی میتونه چطور باشه؟ به چه شکل باشه به نظر شما؟ فعلا در حال حاضر تنها سیاست عملی، تنها اتفاق عملی که برای کمک به مردم ایران اتفاق افتاده در گروه هکری انانیموس انجام داده، جلوی انتشار دروغ و اطلاعات غلط رو گرفته. اما اون چیزی که میتونه انجام بشه شامل چند بخش است. اول به لحاظ حقوقی تحریم کردن مقامات مهم جمهوری اسلامی، مقاماتی که در واقع نقش اصلی رو در هدایت این سرکوب و کشتار دارن و توجیهش میکنن، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا فرماندهان نظامی اون. نکته دیگه این هستش که باید در واقع سیاست‌هایی در نظر گرفته بشه که نیروهای سرکوب بدونن که عواقب رفتارهای خودشون رو خواهند دید در کشورهای دیگه و در زمان مناسب. مسئله دیگه ای که وجود داره این هستش که رهبران دنیا باید رابطه دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی تغییر بدن. در شرایطی که در ایران خون مردم و کف خیابان‌ها ریخته شده، این شرم‌آور است که رئیس جمهور کشوری مثل فرانسه، مثل کارمند دونپایه بره و دیدار بکنه با یک جنایتکار علیه بشریت و به او دست بده، بعد بیاد و بگه که من به موضوع زنان رو مطرح کردم. من فکر می‌کنم سیاست‌های عملی شامل تحریم‌های جدی است، شامل دادن امکان برقراری ارتباط و اطلاعات و اینترنت به مردم ایران هست و امکاناتی رو فراهم کردن برای مردم ایران که صدای خودشون رو هر چه بیشتر به دنیا برسونن. و آقای شمس، داریم می‌بینیم که به غیر از سیاست‌های عملی که پیشنهاد شده، در واقع مردم و ایرانیان مقیم خارج از ایران هم دارن شروع کردن به یه سری فعالیت‌ها، از جمله امروز قراره که مقابل مقر سازمان ملل تجمع بکنن برای اینکه دومی سخنران امروز ابراهیم رئیسی که می‌دونید چه اتهاماتی متوجهش هستش. شما اینها رو چقدر مؤثر می‌دونید در رسوندن صدای مردم به جهان؟ بی نهایت تاثیرگذار هست، برای اینکه هر فردی که در خارج از، هر ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنه، روابطی داره با کامیونیتی های خارج از کشور، در ارتباط هست و میتونه اطلاع رسانی بکنه. این تجمعات در واقع توجه عمومی رو به این مسئله افزایش خواهد داد. بسیار اهمیت داره که این تجمعات به زبان اون کشورها برگزار بشه برای اینکه مردمی که عبور میکنن، رهگذران، اینها رو ببینن و متوجه بشن. بسیار اهمیت داره که سخن و زبانی که استفاده میشه زبانی بین المللی باشه برای اینکه جلب توجه مردم دنیا رو بکنه. ایرانیان خارج از کشور نماینده مردم داخل هستن برای اینکه صدای اونها رو منتقل بکنن، در واقع نقش ترجمه آن درد و رنج و
در واقع مبارزه رو برای مردم کشورهای دیگه دارن، بنابراین بسیار اهمیت داره. نقش چهره های شناخته شده کامیونیتی های ایرانی، خواننده ها، هنرپیشه ها و اعضای در واقع اهل فرهنگ و هنر بسیار نقش داره، برای که اونها باعث میشه که این تجمعات گسترده تر بشه، مردم بیشتری رو دعوت میکنه. بسیار مهمه که از راه های خلاقه استفاده بشه، از چیزهایی که جلب توجه رسانه ها رو میکنه. ما در عصر رسانه و در عصر تصویر هستیم، تصویری که شما مخابره میکنید بسیار اهمیت داره برای تأثیر گذاری، و مهمه که از روش های خلاقانه مثل نمایش های خیابانی، مثل کارهای استفاده بشه که جلب توجه میکنه و بلافاصله در پیام های خلاصه و مختصر آنچه که داره رخ میده رو به مردم دنیا اعلام بکنن و بلافاصله بگن که چه چیزی لازم دارن. ما فقط به همدردی مردم دنیا نیاز داریم، ما نیاز داریم که اونها از حق آزادی که دارن، از حقوقی در کشورهای دموکراتیک دارن استفاده کنن، فشار بیارن به رهبرانشون برای اینکه پاسخگو کنه مقامات جمهوری اسلامی رو. بله، فعلا که برای اولین بار پیش قدم شدن ایرانیان مقیم خارج از کشور. سپاسگزارم از همراهی شما. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل، لندن.